در پس از 16 روز بیان که من سید ابوالفضل و یا سید عبدالله بدانیم به جز آن هنگامه های خوشگذرانی آنها در جلساتشان چه میگویند و چه تصمیماتی میگیرند، مهمانی بزرگ باغ حاج تراب درچه‌ای پایان گرفت. آقایان هر یک به سوی رفتند و من و سید عبدالله هم از زیارت مشهد برگشتیم و به خانه هامان رفتیم. تنها تفاوتی که حالا وجود داشت این بود که جعفر شفیع زاده قصاب 16 روز پیش حالا با انعام ها و دست مزد هایی که از سید مهدی هاشمی و آیت الله بهشتی گرفته بود 85,000 تومان پول نقد در جیب داشت که تا 20 روز پیش خوابش را هم نمی دید. اینها را در مقدمه شرح این دوران از زندگیم برای این گفتم که بدانید وقتی می گویم همه چیز از یک بعد از ظهر گرم تابستان 1354 شروع شد برای چه میگویم؟ سید مهدی هاشمی به هنگام خداحافظی گفت که روز چهارشنبه آینده ساعت 8 صبح در میدان عالی قاپو باشم تا به اتفاق او برای گرفتن گذرنامه به شهربانی برویم. او حتی به من نگفت که چرا خیال دارد برایم گذرنامه بگیرد. راستش را بخواهید پس از ماجرای باغ حاج تراب درچه‌ای برای من هم دیگر مهم نبود که چه می کنم. سید مهدی هاشمی همه چیز را می دانست و پولی که به من می رسید جواب همه سوالهایم بود. وقتی به خانه رسیدم پدر و مادرم آنچنان خوشحال بودند و دست به سر و روی فرزند از زیارت برگشتهشان می کشیدن که کم مانده بود خودم هم باور کنم به راستی از مشهد برمی گردم. پیش از آن که صحبت سوغاتی مشهد پیش بیاید به هر یک از آنها یک اسکناس سبز 1,000 تومانی دادم و به این بهانه که در مشهد خواب دیدم این پولها را دور ظریف بمالم و به شما بدهم و تبرک است. سر و ته قضیه را به هم آوردم. وقتی برق رضایت را در چشمان پدر و مادرم دیدم پیش خود گفتم که پول، آن هم پول باد آورده، راست راستی که حلال همه مشکلات روی زمین است. اما امروز که در هر جای دنیا در معرض کشته شدن توسط حزب‌اللهی های رژیم هستم، حاضرم همه داراییم را که حالا سر به میلیون ها می زند بدهم و فقط یک لحظه دنیای بی دغدغه همان دوران قصابی را داشته باشم. ولی دریغا و حیف و صد حیف. رابطه من با سید مهدی هاشمی روز به روز صمیمانه تر می شد. حالا دیگر همه می دانستند که من از کار قصابی در مغازه پدرم دست کشیده ام و بیشتر به عنوان راننده سید مهدی هاشمی کار می کنم. او هرگز جز همان مجلس وعظ و خطابه کار دیگری نداشت و من به درستی نمی دانستم آن همه پول را از کجا و از چه طریق به دست می آورد. برایم مهم هم نبود. او پول خوب و فراوان به من می داد و شاید مقدار زیادی از علاقه من به او نیز به همین خاطر بود. به هر حال پس از آن که گذرنامه من آماده شد با آقای هاشمی به تهران آمدیم. اوایل مهر ماه 1354 بود. به خانواده هم گفته بودم که
بر اثر ارشادهای سید مهدی میخواهم به نجف بروم و طلبگی کنم. پول و پله بسیاری هم برایشان گذاشتم. چند روزی در تهران ماندیم و بعد من به اتفاق غلام عباس توسلی که پس از انقلاب اسلامی رئیس دانشگاه اصفهان شد با هواپیمای ایر فرانس به سوی پاریس پرواز کردیم. این نه تنها اولین مسافرت من به خارج بلکه اولین سفرم با هواپیما نیز بود و به همین دلیل دکتر توسلی مجبور بود همه آداب و رسوم پرواز با هواپیما را به من یاد بدهد. وقتی به پاریس رسیدیم از خوشحالی روی پاهایم بند نبودم. من کجا، پاریس کجا؟ آیا اگر سید مهدی هاشمی نبود من میتوانستم به پاریس بیایم؟ حتما نه. پاریس برایم غریبه بود اما از آن لذت میبردم، لذتی که چندان به طول نینجامید، زیرا که به زودی در حالی که فقط یک نامه دربسته به دستم داده بودند توسلی مرا تا فرودگاه آرلی پاریس بدرقه کرد تا فقط پس از 4 روز اقامت در این شهر زیبا راهی سوریه شوم، جایی که قرار بود زندگانی تازه‌ای را به خاطر ولی نعمتم سید مهدی هاشمی شروع کنم. در فرودگاه دمشق به محض پیاده شدن از هواپیما توسط چند نفر نظامی استقبال شدم و بلافاصله با یک اتومبیل سواری به سوی نقطه نامعلومی حرکت کردم. می دانستم که برای دیدن یک دوره نظامی به آنجا آمده ام. می دانستم که باید چشم و گوش را باز کنم و طرز کار با اسلحه، تیراندازی، دشنه‌زنی، انفجار و فعالیت‌هایی از این قبیل را یاد بگیرم. اینها همه کارهایی بود که باید به خاطر سید مهدی هاشمی انجام می‌دادم. یکی 2 روز در خانه‌ای نزدیک به دمشق سکنایم دادند و بعد مرا به اتفاق چند نفر دیگر که ایرانی و پاکستانی بودند به یک اردوگاه کامل چریکی منتقل ساختند. دوران سختی بود، سخت و لذت آور. من که همیشه به رژیم شاه فحش می دادم که چرا جوانها را به سربازی می برد و خودم هم بالاخره با گرفتن معافیت از زیر بار نظام در رفتم، حالا مجبور بودم 4 ماه تمام آموزش های چریکی ببینم، آن هم نه در کشورم و به خاطر کشورم، بلکه در سوریه و برای هدفهایی که سید مهدی هاشمی داشت. به غیر از من بیش از 32 نفر ایرانی دیگر هم در آن اردوگاه بودند و به جز من بقیه دانشجو و به هر حال تحصیل کرده بودند. در این میان تنها تحصیلات من به 6 ابتدایی می رسید و با این همه می گفتند که بهترین چریک آنها هستم. این را مربیان سوری می گفتند. مدتی از شروع کار من در اردوگاه نگذشته بود که یک روز رئیس اردوگاه که یک سرگرد سوری موسوم به حامد محمد سودانی بود مرا به دفتر کارش خواست و با حضور یک ایرانی مقیم سوریه که ظاهراً مترجم و رابط ایرانی های اردوگاه با سید مهدی هاشمی بود به من اطلاع داد که آیت الله شمس‌آبادی در اصفهان کشته شده و در همین ارتباط سید مهدی هاشمی دستگیر گردیده و جمعی از خانواده ما نیز که نام فامیل شفیع زاده داشته اند زندانی شدند. لحظاتی از شنیدن این خبر دچار بهت و حیرت شدم و بعد به سرعت مشغول طرح سؤالهایم شدم تا بیشتر
در جریان آنچه که منتظرش